بسم الله الرحمن الرحيم. ماه مبارک رمضان، ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده است. پروردگار در دیگر جای قرآن انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن را در شب مبارک نازل کردیم. در سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن کریم را در شب قدر نازل کردیم. شب مبارک نامی در دیگر جا، برای آن که در این ماه در این شب عبادت کردن برابر هزار ماه عبادت است، بلکه بهتر از هزار ماه عبادت است. از این سبب این شب شب مبارک است. پروردگار این قرآن که خود کلام مبارک است، کتاب انزلناه الیک مبارک، قرآن کریم کتاب است که ما این را برای تو نازل کردیم. کتاب مبارک است، کتاب پربرکات است. برکت چیزی است که اگر بالای یک چیز گذاشته شود چیزی کم را زیاد میگرداند. برکت بسیار یک فضیلت است که پروردگار به این شب و به این ماه و به این کتاب نازل کرده است. کتاب مبارک است، شب مبارک است، ماه مبارک است. الله سبحانه و تعالی این ماه و این شب و این ختم قرآن را برای هر یک ما و شما خیر مبارک گرداند. قرآن کریم در شب قدر از آسمانی و آسمان دنیا، در شب قدر آن از لوح المحفوظ جملتاً نازل کرده شد. ثانی در مدت 23 سال و پیغمبر خدا در این ماه آیت آیت از سوره اقره شروع شد. بخوان ای محمد صلی الله علیه وسلم، گویان اولین فرمانهای پروردگار آمد، آخرین آیت ها و اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسید از آن روزی که در آن روز به نزد پروردگارتان برمیگردید. ثم توفون، ثانی عذاب یا مکافات خود را مکمل در نزد پروردگار میگیرید و هیچ کسی در آن روز ظلم کرده نمیشود. و یکی از آخرین آیات ها الیوم اکملت لکم دینکم، بلکه آخرین آیات همین است، امروز دین شما را مکمل کردم. خدا میگوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز نعمت خدا را برای شما مکمل کردم. خدا این دین نعمت نامید، نعمت خدا را برای شما مکمل کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، دین مقدس اسلام را همچون دین و دین حقیقی برای شما راضی شدم. بنابراین قرآن کریم که سخن پروردگار است، کلام الله است، احترام قرآن احترام پروردگار است. در حدیث آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که این من تعظیم الله تعظیم حامل القرآن، از تعظیم پروردگار است، از احترام پروردگار است احترام کردن حامل قرآن، احترام کردن حافظ قرآن، عالم قرآن. کسی اگر خواهد پروردگار احترام کند، حافظ قرآن را احترام کند، چون پیغمبر خدا گفتند. و در دیگر حدیثی که حضرت امام بخاری و مسلم روایت کردند، خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن تعلیم میگیرد و قرآن تعلیم میدهد. حضرت حافظ تمام آن آبروی و مال و ملک و تمام نعمتهایی که دارا بودند همش را به تفیل قرآن دانستند. گفتم که صبح خیزی و سعادت طلبی حافظ، هرچی دیدیم همه از دولت قرآن دیدیم. دیگر وصیت به قاری های قرآن و حافظ های قرآن این است که همیشه
و قرآن کریم و عمل کردن با قرآن کریم و با مراجعت قرآن کریم مداومت کردن است. چون پیغمبر خدا در یک حدیث گفتم که شبی که به نزد پروردگار برآمدم تمام گناه های فرزندان آدم برای هم نشان داده شد و جزای گناه های آنها نیز نشان داده شد. ناگاه دیدم که از همه کلانترین گناه حفظ کردن قرآن و فراموش کردن قرآن است. از همه کلانترین گناه در مقابل این نعمت ها باز مسئولیت ها در زمین حافظان قرآن است. از همه بزرگترین گناه از فراموش کردن قرآن کریم. اینجا بعضی قاری های ما میبینم قاری هستن ولی فراموش کرده گرسن این روزی یک قاری هم شده میبینم در این سوره فاتحه چند سوره های این گناهی که بیره هست. و پیغمبر خدا حافظان قرآن کریم را وصیت کردند، اشاره به آن کردند که همیشه از پروردگار عالم امید داشته باشند، از مخلوقات امید نداشته باشند و گفتند که من اوتی القرآن فظن ان غیره اوتی خیرا منه فقد ازدرا نعمت الله علیه. کسی قرآن داده شود خداوند برای او علم قرآن دهد، حفظ قرآن را میسر کند، سامی گمان کند که دیگرها از او بهتر هستند یا بسیارتر نعمت داده شده هستند، در حقیقت نعمت خدا داده را پس داده است و تحقیر کرده است. یعنی حافظ قرآن باید گمان کند که بهترین نعمت را پروردگار برای من داده است، چون که خدا سلیمان علیه السلام گفتند که ما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم بهدیتکم تفرحون. وقتی که ملیکه سبع و حضرت سلیمان که پیغمبر خدا هستند و علم خدا داده شده هستند هدیه فرستادند، گفتن که آن چیزی که خدا برای من داد، این از علم و نبوت و رسول و رسالت پیغمبر خدا، این علم لدونی داد، خیر مما آتاکم بهتر است از آن چیزی که برای شما داده شده است. بنابراین قاری قرآن این نعمت پروردگار بزرگ را بسیار قدردانی و بزرگ شماری باید بکنند. دیگر این است که برایش قرآن کریم نازل شد. مقصد نزول قرآن چیست؟ مقصد اساسی نزول قرآن کریم این راهنمایی هست. کتابی است که برای مردم راه حق، راه درست را تعلیم می‌دهد، رفتار و کردار و گفتار نیک را برای مردم تعلیم می‌دهد. خدا صراحتاً در سوره ابراهیم و پیغمبر خدا گفت که الف لام را کتابم انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. این کتاب است که ما این کتاب را برای تو پیغمبر خدا نازل کردیم تا اینکه مردم را از راه ضلالت و تاریکی به راه راست راهنمایی کنیم. مقصد قرآن فهمیدن قرآن و عمل نمودن به قرآن است. برای پروردگار بسیار ضرب المثل بد در قرآن کریم زده است و آنهایی که قرآن را تعلیم میگیرند یا معنی آن را نمیدانند یا با آن عمل نمیکنند، خدا میگوید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مثال آنهایی که تورات داده شدند، تورات این کتابی که به حضرت موسی نازل شد، مثال آنهایی که تورات داده شدند سامی با آن عمل نکردند، خدا میگوید که مثل حمار. مثال ما مثال یخخری هست. یحمیل اسفارا در واقع خودش چند مجلد کتاب ها برداشته است. بیس مثل القام بسیار ضرب المثل بد است. این وقتی که در واقع خر اگر کتاب های پر معنا و مانند قرآنی که سنتی پیغمبر خدا را گذاشته شود خر دیگر فضیلت ندارد. بنابراین کسی اگر قرآن بگیرد شما دوست را برای عمل با قرآن نکنند، مثالی و مومند همین است که حضرت سعدی این آیه کریمه را به نظم دارند، عیدون هرچند بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی،
نه محقق بود و دانشمند چارپای برای کتاب بچند. مثلا بالی چارپا وقتی که کتاب ها رو بار میکنیم اون عالم نمیشود. باید انسان چطوری گرفتیم و مقصد حضور قرآن کریم عمل کند که قرآن برای عمل کردن نازل شده است. حضرت مولانا میگن زی قرآن پیش خود آینه آویز، دیگرگون گشته از خویش بگریز، ترازوی بین کردار خود را، قیامت های پیشین را برانگیز. قرآن را برای خود ترازو قرار دهید، عملهای خودت را، اعتقاد خودت را، رفتار و گفتار خود را در ترازوی قرآن برکش. اگر با قرآن موافق آمد شکر پروردگار، و الا اگر مخالف قرآن برود از خودت نفرت کن، با خودت نفرت کن، توبه به گناه کن. چون کسی که اگر خواهد که موافق شریعت حقیقی زندگی کنند باید موافق تعلیمات قرآن زندگی کنند. اگر همه خواهی مسلمان زیستند نیست ممکن جز به قرآن زیستند. اگر کسی حقیقی مسلمان واقعی خواهد که زندگی کند باید تمام گفتار و رفتار و اعتقاد و همش باید مطابق و موافق قرآن کریم باشد. قرآن کریم برای این مقصد نازل کرده شده است. حضرت مولانا، حضرت اقبال، بعض شخصیت هایی که قرآن را فقط برای مراسم دفن و برای بعض معرکه ها اعتقاد کردن انتقاد شدید گرفتن. قرآن کتاب مبارک است، برای بیمارها شفا است، برای بعض گذشتگان فایده دارد، علی خصوص به حافظان قرآن و به علمای قرآن که تعلیم قرآن دادند. کتاب مبارک است واقعا، لیکن مقصود اساسی آن چطوری که گفتیم عمل کردن به قرآن است، نه برای مراسم دفن. فقط برای این نیست. بنابراین میگم به بند صوفی و الله اسیری، حیات از حکمت قرآن نگیری، به آیاتش تو را کار جزی نیست که از یاسین و آسان بگیری. فقط در برای آسان مردنت یاسین شکار میفرمه خلاص. گفته تنقیب میکردم آنهایی که در این دوستان زندگی میکردم، هم دیاران خودشون دیدن که قرآن فقط برای معرکه های برای مراسمی دفن و برای وفات و این چیزها استفاده میکردن، ولی گفتار آنها، کردار آنها عموماً مخالف قرآن بود انتقاد کردن. شما یک انسانی هستید که از آیات قرآن کریم، از معانی بزرگ قرآن دور هستید، عمل با قرآن نداره. فقط امیدتم همین که اگر وقتی مردن ما نزدیک شد یاسینش برای اون قرآن کرده میشد آسان نمیفته. لیکن مقصدی پیغمبر خدا اقرأوا یاسین علی موتاکم، شما قرائت سوره یاسین کنید برای آنهایی که وقتی مرگشان نزدیک شد. این هم برای همون انسانیت ها تعلق دارد که معنای قرآن را میدانند. تلاوت کردن سوره یاسین در وقتی مرگ، این فقط برای شخصانی که معنای قرآن را میدانند برای آنها فایده دارد. چون که وقتی که در باره جنت در سوره یاسین صحبت می رود و در باره نعمت های جنت صحبت می رود، شخصی که تلخه جان کنده ساده است با امید اون نعمت ها اون دردی که الان به سرش برآمده است فراموش می کند. اما کسی که معنای سوره یاسین را نمی رود و برای اون مرگ آسان نمی شود. این سوره یاسین معجزه است که ثابت قدم میگردد دلی آن شخصی که وفات کرده ایستاده است، از آن حساب و کتابی که در پیش او را منتظر است او را استوار میگردد، ثابت قدم میگردد. بنابراین نشود که پیغمبر خدا چه خیلی گفتن سیأتی علی الناس زمانهم لا یبقا من القرآن الا رسمه، به نزدیکی به سیر امت من یک زمانه میرسد که از قرآن فقط رسم قرآن میماند. قرآن هست، نوشته شدگی هست، قرائت قرآن هست، قاری ها هست، ولی عمل کردن با قرآن نیست. همین گونه یک زمانه میشه گفتن نشود که ما و شما از فرزندان همون زمانه ای که پیغمبر خدا از جمله آنها باشیم. من ان شاء الله در حرکت باقی مانده
قرآن کریم ختم می شود، سپس دعا می شود، حضرت بعضی عبدالله ابن مبارک و بعضی گذشتگان مسلمان ها در شعر ختم شعر قرآن برادران اهل عائله فرزندان خود جمع می کردن، همراه دعا می کردن و می گفتن که در خاتمه قرآن دعای شخصی که به قرآن قرآن اشتراک کرده است یا قرآن قرآن کرده است به درده پروردگار اجابت می شود، انشاءالله بنده ختم قرآن دعا می شود، سانه نماز بیتر می خواهیم برمی